نه، بیشتر از اونی که فکر میکردم پول و پله به هم زدی. نمیخوام از کانال خودم بفرستمش خارج، ممکنه بفهمم زحمت تبدیل و جابجاییش با تو. شماره حسابم توی کاغذ نوشتم اون توه. یه وکالتنامه مزاری هم هست. لیست املاک و سنداش هم گذاشتم توی یک صندوق امانات. اینم کلیدش. سر فرصت به صلاح دید خودت بفروششون. پولش هم بریز به همون حساب. پس برگشتی تو کار نیست ها؟ عاشق شدی؟ خیلی خبره. آره عاشق شدم. کسی تو اتاق کامرانه؟ الحمدلله همه چی داره خطای خیر میشه، خدا رو 100,000 مرتبه شکر. غریبه نیست، آشناست. سلام عمو. سلام. تو این چیش کار میکنی؟ کی برگشتی؟ بله. الو؟ الو بفرمایید. سلام. سلام. کی اومدی؟ امروز صبح. خوبی؟ آره خوبم. تو چطوری؟ الان خیلی خوبم. خوشحالم که اومدی. خیلی دلم برات تنگ شده. منم خوشحالم. بس غزل، باقیشو بذار واسه بعد. برو میشه دایی کاری نداشته باشه. فعلا خداحافظ. خداحافظ. میدونی گلی، قضیه به روزی برمیگرده که غزل داشت از ایران میرفت، یهو سر و کله منصور تو فرودگاه پیدا شد. من حسابی جا خوردم. منصور از کجا فهمیده؟ غزل که با منصور حرف نمیزنه. خب منصور غزل دوست داره، حتما یه جوری فهمیده دیگه. شاید هم میکایل بهش گفته ها. مهم نیست. قضیه خودکشی کامران کی به میکایل گفته بود؟ میکایل که خودش میگه منصور، ولی آخه منصور از کجا میدونست؟ نمیدونم. عجیبه. جالبتر از همه درست سر به زنگا یکی به غزل میگه که کامران خودکشی کرده. کی بوده؟ میگه یه دوست. اون دوست احتمالا میکایل نیست. آره یه دوست واقعیه، یه کسی که دوست داره غزل برگرده ایران. غزل امروز به دفتر زنگ نزده بود، ازش پرسیدم، گفتی به من کمک میکنی. خب بگو. من فقط میخواستم تو رو از دست ندم. من دوستت دارم، خیلی دوستت دارم، اما تو هیچ وقت اینو نفهمیدی. دوستم داری؟ آره خب دوستم داری. تو منو بدبخت کردی. من فقط حرف نزن.
حرف نزن. تو با این دوست داشتن احمقانت منو نابود کردی، کاری کردی که دیگه من نتونم کمر راز کنم. پاشو جلو چشم گم شو، پاشو، نمیخوام دیگه ببینم ات. کلید دفترم میذاری اینجا برای که دیگه بهش احتیاجی نداری. غزل، غزل خانوم، چه میخوایی؟ بیا ببینیم بابا دم در چی میگه. کی؟ کارگر میوه فروشی سر خیابونه، میگه ازش خرید کردی پول ندی. یعنی چی؟ ای بابا من چه میدونم، شاید خرید کردی یادت رفته پول بدی. بیا ببین چی میگه دیگه. میخوایی؟ کسی دم در نیست که. سلام. سلام. خیلی خوب، نمیخواد واسم دیگه چشم ابرو بیانه الکی دلبری کنی. بیا تو در رو بر، بیا تو دست در رو بر. شاید خیلی خالی بود. نمیدونم، شاید اشتباه کردم رفتم، شایدم باید میرفتم. مهم اینه که الان میدونم چرا برگشتم. برای اینکه خبردار شدی حال داری کامران بده. مطلک نگو، اونم بی تأثیر نبود، اما اگه این اتفاق نیفتاده بود بازم برمیگشتم. یعنی شما دوتا مخواهید بگید اینقدر هیجان زدید که خب بابا بشینید مثل آدم سر این مبله حرف کنو بزنید. اینم میذارم اتاق دایید دلش باز چه. تمام این مدت یه چیزی مثل خوره داره ذهنم رو میخوره. یه سوال، یه سوال که جوابش رو بقیه غذای جور در نمیاد. اگه بابا حرفای شیرزاد رو باور کرده بود، اگه فکر میکرد که تو یه آدمه، پس چرا روز آخر چکشو داده تو براش نقد کنی؟ نه، من مطمئنم بابا به تو اعتماد داشته. یه جای کار میلنگه. بدجوری هم میلنگه، بدجوری. توی مدت که نبودی دقیق خیلی چیزا در اومد. ترچکش خالیه. بابا هیچ وقت ترچکش خالی نمیذاشت. جله به این آخرین چکی هم هست که بابا کشیده، بعد از این دیگه به هیچ کس چک نداده. چکی که روز آخر بابات بهم داد، همونی که رفتم نقدش کردم. قبل از اینه، نگاه کن، درست یه دونه قبل از این. یعنی بابای تو بعد از اینکه از پیش من رفته به شیرزاد یه چکی داده، اونم به تاریخ یه ماه قبل. این که چیز عجیبی نیست. منم گاهی اوقات 4-5 تا چک رو رد میکنم یه چک برمیدارم. اما بابا هیچ وقت این کارو نمیکرد.
شما که بهتر میدونین، همیشه تحچکشو مینوشت. خب شاید عجله داشته، فراموش کرده. برای کسایی که زیاد چک میکشن از این اتفاقات میافته. مگه خودتون نمیگین دست پسر رو شده؟ خب چرا پیله کردین به این چک؟ شاید به ازاد خام کرده این چک رو ازش گرفته دیگه. من این چک رو دادم کارشناسی دادگستری. کارشناسی شده. جعلیه. هم خطش هم امضاش. میگن خیلی ماهرانه هم جعل شده. البته فکر نمی کنم پیدا کردن کسی که این کار کرده خیلی سخت باشه. از طرفی هم شیرزاد میگه این چکو از مرحوم توتونچی نگرفته، یه نفر دیگه بهش داده. من چکو بهش ندادم. من فقط... شما فقط چی؟ بگو دایی. تو بیمارستان خواستم بهت بگم، اما نشد. تو راست میگی دایی، باباتون چکو امضا نکرد. یعنی؟ نبود که بخواد امضا کنه. اون موقع از پیش ما رفته بود. یه روز شرکت بعد از فوت بابات، اما اکبر اومد پیشم. درگیری منو به عزت بیشتر از همه به نفع این پسره تموم شد. جالبه داره بی سر و صدا پروژهشو پیش میبره. تا اینجاش هم زیادی جلو رفته. میترسم دیگه نشه جلوشو گرفت. کافیه پای چهار تا آدم خوشخیال دولتی هم به این کارگاه وابشه. اون وقتی که دیگه واویلا. تو بهتر از هر کسی میدونی این پروژه چقدر واسه ما خطرناکه. میفهمی چی میگم که چی تو کلته؟ تا اونجایی که من یادمه تو چکای بهزاد هم مینوشتی هم امضا میکردی. راسته برای این کارهای انحصار وراثت تو چند بار دیگه باید اینکه با زیر رو کنی؟ هر کاری داری یه بار انجام بده، اینقدرم خودت عذاب نکشی. ای بری بیای، بری بیای. چشم. آقا میکایی، محبت میکنی یه چایی واسه هم بریزی؟ دستت درد میکنه. خیلی از اوقات به جای بابا چه کار امضا میکردم. چیز عجیبی نبود، خودشم میدونست. دیگه این آخر خط و امضاشو بهتر از خودش بلد بودم. خودتون اذیت نکنید. من هیچ گله‌ای از شما ندارم. غزل به کی زنگ می‌زنی؟ گفتم به کی زنگ می‌زنی؟ به عموم ابوالحسنی. چی شدی؟ چرا این کارو کردی؟ میخوام باهاش حرف بزنم. چرا نمیذاری بهش بگم؟ یه لحظه آروم باش. با زنگ زدن به ابوالحسنی فقط دستمون رو میشه، همین.
به من فرصت بده. فکرهای خوبی براش دارم. نباید احساسی برخورد کرد. این دقیقاً اشتباهیه که من کردم. به خاطر اینکه دق و دلیمو خالی کنم رفتم پیش شیرزاد بهدوج، همه چیزو بهشون گفتم. که چی؟ هیچی. در نهایت هر دوشون غیبشون زد. من مطمئنم الان ابوالحسنی از همه چیز باخبره. باخبر و منکر ارتباطش با شیرزاد بهدوج میشه. در نهایت هم میخواد قیافه آدمای مظلومو به خودش بگیره و بگه من از هیچ چیزی خبر ندارم. ما هم هیچ دلیل و مدرکی نداریم که ثابت کنیم همه چیز زیر سر ابوالحسنیه. چی داری میگی؟ مدرک بهتر از این چک؟ بهتر از این که دایی خودش داره اعتراف میکنه؟ بله درست میگین. خیلی مدرک خوبیه. در واقع این تنها برگ برنده ماست. ولی نباید همینجوری خرجش کنیم. باید صبر کنیم. باید صبر کنیم و سر وقت به این ضربه بزنیم. عین خودش. میدونی؟ هرچی زمان میگذره بیشتر از این اما اکبرتون خوشم میاد. حریف شطرنج باز قدریه، خیلی نمیشه حرکاتشو پیش بینی کرد. درست موقعی که فکر میکنی بردی با یه حرکت کیش مات. خیلی باید مواظب باشیم. خیلی غزل. اوضاع خوبی نیست، روز به روزم داره بدتر میشه، خیلی بد. همه چی به خطر افتاده. نمیدونم باید یه فکری بکنیم. تو این سالها منتظر یه فرصت بودی که خودتو نشون بدی. خب اینم فرصت، حالا وقتشه. این مشکل فقط به دست تو حل میشه، اما باید یه جوری رفتار کنیم که ابوالحسنی متوجه نشه. اکبر آدم زیرکی، درسته که همه این گرفتاری ها به دلیل حماقت های بود، اما یادت باشه اون توتونچی نیست که بتونی راحت سرشو زیر آب کنی. نه فرق، خیلی هم فرق. قفلت کنی باختی. کامران و ابوالحسنی باید حذف بشن، جفتشون. یه کاری کن که به نظر بیاد همه چیز زیر سر ابوالحسنی. فعلا با این پسر پوربتنم کاری نداشته باش. بعدا سر فرصت تکلیف اونم یه سری میکنی. فقط حواست بهش باشه، زیاد جلو نره. خلاصه یه جورایی کنترلش کن. من مطمئنم تو از عهده این کار برمیای. جنمش رو داری. میتونی خیلی راحت جای ابوالحسنی رو تو تشکیلات بگیری. کلت و کار بنداز. این فرصت که برای پیش اومده رو از دست دادی. عجب. خدا ما رو ببخشه. خیلی به این جوان ظلم کردیم. یه قراری بذار ببینمش. یه عذرخواهی مفصل بهش بده کارم. نه نیازی نیست. منصور از شما گله‌ای نداره. یعنی بهتون حق میده. قهوه که میخوری؟ ممنون. بعدم نمیاد. گلی کجاست؟ گلی رفته مرخصی، خسته شده بود. دیدم کار زیادی نیست، گفتم یه مدتی بره استراحت کنم. میخوام کارگاه رو دوباره راه بندازم. خوشبختانه همه چی رو شده، دیگه هیچ مشکلی هم وجود نداره. نظر شما چیه؟ چی؟ آره آره خیلی فکر خوبیه. نظرم تا الانم دیر شده، باید هرچه زودتر این کار بکن. وای سر رفت. خوشبختانه وسایل همه چی تو انباره. میگم بفرستنش براتون کارگاه. منصور از شیرزاد شکایت کرده، هم از شیرزاد هم از بهدود. اما من فکر میکنم کسای دیگه ای هم توی این ماجرا هستن. تو دادگاه حتما معلوم میشه. بله بله شاید.
اما من بعید میدونم شیرزاد الان اینجا باشه. احتمالا در رفته. بله حتما در رفته. شما از کجا انقدر مطمئنید؟ خب معلومه آدم ها وقتی بدونن گیر میافتن فرار میکنن. نمی سادگی. مهم نیست، نباید زیاد جدی گرفت. مهم اینه که ما متوجه شدیم حق با منصوره. خدا شکر دیگه باید چسبید. داری چی کار میکنی؟ کارگاه دوباره راه افتاد. جمع کن بریم منصور منتظره. سلام. تو که هنوز نشستی، جمع کن بریم دیگه. صبر کن علی. من حاضرم. بریم. علی. دوباره دارین کارگاه رو راه میندازین؟ تو هم سوالایی میکنی ها. از قیافش معلومه. چرا دست دست میکنی؟ بیا بریم دیگه. عجله نکن علی. ببین آقا منصور، این دفعه قبول کردن ما برگردیم سر کارمون، اما دفعه بعد، دفعه بعدی در کار نیست. این دفعه تا راه افتادن خط تولید کنار همیم. اگه لازم باشه حاضرم تعهد محضری هم بدم. خیالت راحت شد؟ حاضر تعهدم بده. من که رفتم. علی دست شما درد نکنه. بهشت خانم زحمت کشیدی. بهشت خانم خسته نباشین. میگم بهشت خانم یه اسفند اختصاصی واسه این آقا وحید دود کن، شاید کارش درست شد، شهر رو کم کرد، پاشد رفت کانادا. این هیچ جا نمیره تا آخر وبال خودتونه. این حرفا رو میزنه مثلا دلبری کنه. قربون دهنت بهشت خانم، زدی به هدف. یه سال همین قصه رو داریم. امروز میگه فردا میرم، فردا میگه کارم ردیف نشد. میگم وحید تو دنیا فقط تو هوش مصنوعی بلدی که اون بیچاره یه سال علاف تو هم. نه خیر پروفسور، آدم متخصص مثل سرکار زیاده، ولی آدم کار درست مثل من نایابه. الان دیگه همه چی ردیف شده، فقط با اجازه بزرگترها منتظر یه جوابم. و اینا تا حالا پریده بود. حالا که شما یه سال صبر کردی، دو سه ما دیگه هم صبر کن ببینیم بزرگترها چی میگن. همه که خسته نباشید. سلام. سلام. خسته نباشید. تو هم همینطور. خوبی؟ آره تو خوبی؟ ممنون. خوب. بیا. اینا دم در انداخته بودن. مهندس فروزنده میشناسی؟ بدی ببینم. اینو چرا من ندیدم وحی؟ جانم. بیا اینجا. مهندس فروزنده اومده بوده اینجا. نوشته باش تماس بگیریم، خبرهای خوبی داره. شمارش هم گذاشته. خب زنگ بزن. مهندس فروزنده کیه؟ از کارشناسای مرکز پلیمره. اگرم اومده اینجا حتما یه خبری. چه خبر؟ خبر خاصی نیست. اگه بود تمدن حتما بهتون میگفت. تو حق داری دلخور باشی.
فکر میکنی ما به تو اعتماد نداریم؟ فکر میکنی؟ من هیچ فکری نمیکنم. فقط میدونم اوضاع روز به روز داره بدتر میشه. اینم به خاطر تصمیم گیری های عجولانه دوستانه. اگه خواستم تنها ببینمت برای این بود که بتونیم راحت حرف بزنیم. یه حرفایی رو تو جمع نمیشه زد، یعنی رومون نمیشه. مثلا این که اعتراف کنیم اشتباه کردیم. آره اکبر، ما اشتباه کردیم، یعنی بهتره بگم حماقت. تو راست میگفتی، کشتن توتون چه اشتباه بزرگی بود، اشتباهی که هنوزم نتونستیم جبرانش کنیم. من و تو خیلی ساله که همدیگر رو میشناسیم، تقریبا با هم شروع کردیم، همه راه رو هم با هم اومدیم، روزای سختی رو گذروندیم، روزایی که خیلی وقتا فکر میکردم نمیتونیم قصر در بریم، اما تو همیشه به دادمون رسیدی. راستشو بگم عقل تو از من یکی که خیلی بهتر کار میکنه. تعارف نمیکنم، یعنی ما دوتا دیگه تو سن و سالی نیستیم که بخوایم حرفای دلخوشکنک به هم بزنیم. اوضاع روز به روز داره بدتر میشه، یه بحران حسابی، اما من مطمئنم تو از عهدش برمیای. دوستان به این نتیجه رسیدن که اگه کسی تو این شرایط بتونه کاری بکنه تویی. همه چی سپرده دست خودت، لازم هم نیست ما رو تو جریان بذاری. اگه لازمه شرکت رو تعطیل کن، کانال پولشویی رو عوض میکنیم، کامران هم بفرست خارج پیش زن و بچهش. خلاصه هر جوری که خودت صلاح میدونی. به تمدن گفتم که با ما تماس نگیره. تمدن لیاقت جایی رو که بهش دادی نداره، یعنی نداشت. اما متاسفانه ما این رو دیر فهمیدیم، خیلی دیر. اگه صلاح میدونی بذارش کنار، اون یه مهره سوخته است. بابت این مدت واقعا متاسفم. تو که از دست من دلگیر نیستی؟ نه، مهم نیست. ممنون. اوضاع به هم ریخته. منم بی تقصیر نیستم، شرکا همه این مسئولیت رو سپردن به من. تعامل اختیار هم که بدت نمیاد، بازی تازه ای رو شروع میکنی. وقتی یه پیشنهادی خیلی خوبه باید به شک کرد، پشت پرده یه خبراییه، دارن منو دور میزنن. نه، هنوز انقدرها پیر نشدی. شاخکات خوب کار میکنه. توی تشکیلات هر مهره یه عمر مفید داره. عمر مفید بعضی ها خوب طولانی تره، اما بالاخره اونم به آخر خط میرسه. یه وقتایی برای حفظ سیستم لازمه که مهره های قربونه بشن، حتی مهرهای با ارزش. یه پاسپورت میخوام. چقدر وقت داری؟ نباید خیلی زیاد باشه، بازی پیچیده ایه. داستان اون پرنده های مهاجر رو برات گفتم؟ میگم برات. یه دسته از اون پرنده هایی که زمستونا میان جنوب و تابستونا برمیگردن شمال، یه دفعه از طرف قطب را افتادن به طرف پایین.
یکی دو روزی که اومدن خوردن به یک طوفان برف و یخ. یکی از اونا که خیلی از همه ضعیف‌تر بود کم آورد و تلپی افتاد پایین، افتاد تو یک دشت یخ زده. پرنده بیچاره از زور سرما و گرسنگی داشت یواش یواش ریق رحمت رو سر میکشه که یه گاو میشی که از اونجا رد میشد کسافتشو تالاپی انداخت روی اون بیچاره. پرنده که اون زیر مونده بود یواش یواش احساس گرمی کرد، جون گرفت، شروع کرد به چیک چیک کردن و تکون خوردن و بال زدن که خودشو از روی اون کسافت ها بکشه بیرون. از شانس بدش یه گرگ گرسنه اون طرف ها پلاس بود، متوجه شد که یه چیزی داره اون زیر کسافت ها داره بود میخوره. اومد و کسافت ها رو کنار زد و پرنده رو دید. باقیش هم که خب معلومه دیگه، عمر پرنده به دنیا نبود. غم‌انگیز بود نه؟ اما این داستان غم‌انگیز چند تا درس هم با خودش داره. اول اینی که همیشه اونی که شما رو از روی کثافت میکشه بیرون دوست شما نیست. دوم اونی که شما رو میندازه توی کثافت الزاماً دشمن شما نیست. از همه مهمتر، وقتی توی کثافت گیر کردی خیلی دست و پا نزن، ممکنه به ضرر باشه. منظور میشه اون سراغ به من بدید؟ چیزی کم و کس ندارید؟ نه بجد خانم، دستتون درد نکنه. دست پخته درد نداره بجد خانم، عالیه. نوشه جان، اینجوری که مهندس فروزنده میگفت ظاهرا تامین اعتبارم شده. ما که مشکل مالی نداریم. نه بحث پولش نیست، وقتی پای مرکز میاد وسط دیگه اون موقع همه چیز یه شکل دیگه به خودش میگیره، اعتبار پروژه میره بالا. تازه از نظر تجهیزات هم همه جوره حمایتمون میکنن. از استاد بهتود چه خبر؟ یاروش کردن؟ گفت فراریه، حالا کجا خدا عالمه. فرجاست تنها نیست، شیرزادم کنارشه. عمال حسنی میگفت شیرزاد تا حالا حتما از ایران رفته. پس مطمئن باش هنوز ایرانه، اینجوری گفته رد گم کنه ما پیگیرش نشیم. اگه بخوای من تحتوی قضیه رو در میارم. دو به کاره اینجاد بره پلیس بازی پیش کشه. پروفسور نمیخوام راه بیفتم تو خیابون دنبالش که یه تو که با میرم تو سایت هواپیمایی لیست های پرواز چک میکنم و خلاص. باریکلا، قبلا هم از این کارو کردی؟ یه بار دوره دانشجویی یه از شبیخونی به سایت دانشگاه زدم. واسه چی؟ یک دانا برای معدل رفیقام بردم بالا. بعدش چی شد؟ هیچی فهمیدم. اول یکی فکر کنم چهار رو معدلش نبردم پایین، بعدش هم داشتم منو میداختم بیرون. یک کنی گریه و زاری و التماس کردیم یه ترم کله پام کرد. حرفت بوده خراج دیگه. من جان مادر تو سایت بانک مسکن هم میتونی بریم. چی؟ باقی رو خیلی قصد داریم، اینو پاک کنید. میگم جنبه نداره جون بچه هم مثلا. میگم غزل، اگه ایزه بدی اینا رو بدیم به کارگر ساختمون بغلی. اونجوری نگاه نکن، نگه داشتن کن چفار خدا بیام اون که دردی ازت دوا نمی کنه. اینجوری اقلا دعای خیلی یه مستحق دنبال شه. کاش اقلا میشستیش، خونیه. نمیخواد اینا رو یادم بدی، خودم عقلم میرسه. نظر اینم تو جیبش بود، ببین اگه به درد نمیخوره بندازش دور. بله دایی، این قبض تو جیب کت شلوار بابا بود. خب چیز مهمیه؟
نه یعنی نمیدونم، یکم عجیبه. دستخط باباست، تاریخش هم مال روز آخره، اما اسم آدرس فرستنده چیز دیگه ایه. عجب، پس بابای خدا بیامرزت از این کلک ها بلد بود و ما خبر نداشتیم. اینکه اسمشو ننوشته مهم نیست، اینکه چی فرستاده و برای کی فرستاده مهمه. نوشته گیرنده آقای دکتر نیک نظر. میشناسیدش؟ نه نمیشناسمش، یادم نمیاد. شاید از دوستای قدیمی بابات باشه. یادم میاد بابات بعضی وقتا به مناسبتی کتابی چیزی برای دوستاش میفرستاد، مثلا برای تولد یا... پس چرا اینجا اسم آدرس رو درست ننوشته؟ خب شاید کار خیری بوده، نمیخواسته خودنمایی کنه. چیز مهمی نیست، بندازش دور. آره حق با شماست، بابا هم روزای آخر کم کارهای عجیب غریب نکرده. خیلی خب، من برم به کارا برسم، شما هم کتابتون رو بخونید. الو سلام، خوبی؟ آره بد نیستم، بعد ببینم. اتفاقی افتاده؟ نه خودم هم درست نمیدونم، یعنی یه مسئله یه که میتونی الان بیای اینجا؟ آره الان راه میفتم، منتظرتم. خدافظ. خدافظ. بله؟ مزاحمت شدم؟ نه کاری نداشتم. میخواستم بگم که من یادم اومد اون آقا کی بود. همین آقای نیک نظر. حسابی پیر شدم، همه چی از یادم میره. از مشتریای سابق بابات بود. اون موقع تو شرکت نبودی. حالا چرا بابات خودش آدرسو ننوشته؟ من ازش سردر نمیارم. مهم نیست دایی، حتما یه دلیلی داشته، شما فراموشش کن. آره مهم نیست. خب مزاحمت نشم، میخوای استراحت کنی. خیلی خوابیده، شب یکم زود میخوابه. قبضو چیکار کردی؟ ای بابا حواست کجاست؟ گفتم که پارش کردم، برای اینکه دایی فکر نکنه کنجکاو شدم. تاریخ قبض همون روزی که بابا تصادف کرد. اسم آدرس رو با خط خودش نوشته بود، اما اسم آدرس فرستنده یه چیز دیگه ای بود. به دایی که نشونش دادم رنگش پرید، به تته پته افتاد، شروع کرد به آسمون ریسمون بافتن. دایی نگفت این نیک نظر کیه؟ یه داستانه سرهم کرد که معلوم بود داره دروغ میگه. من نمیدونم چرا انقدر جا خورد، اما مطمئنم یه چیزی هست که نمیخواد من بفهمم. قبضو نباید پاره میکردی. نمیشد، اما آدرس رو حفظ کردم. همینجاست. دلم شور میزنه، میخوای نری؟ منم مثل تو هم، ولی اگه نری ممکنه پشیمون بشیم، یا اینکه فکر کنیم اشتباه کردیم.
حالا که اومدیم بهتر تمومش کنیم. بیا. بیشتر وقتشو تو دانشگاه با شاگرداش میگذروند. کار حسابرسی بیرونم انجام نمیداد. میگفت دوست ندارم قاطی کارهای شرکت‌های تجاری بیرون بشم. تا اینکه مسئله عمل قلب من پیش اومد. مجبور شد کارش یه خورده زیاد کنه. میگفت هزینه عمل زیاده. بهش گفتم مهم نیست. حالا یه کاریش میکنیم. اما دلش آروم نمیگرفت. آخرشم من واقعا متاسفم خانم، هم بابت فوت ایشون، هم از این جهت که دیر متوجه شدیم. یعنی در واقع همین الانم از طریق یه دوست مشترک با خبر شدیم. حتما باید بشناسیدشون. آقای کیمرام، خسرو کیمرام. آقای کیمرام؟ بله بله، اتفاقا ایشون یه پاکت رو پست کرده بودن برای دکتر که چند روز پس از مرگش به دستمون رسید. توی پاکت هم یه مقدار خیلی زیادی پول بود. البته منظورم تراول چکه، با یه نامه برای من. ظاهراً یه بدهی به دکتر داشتن. البته من زیاد متوجه نامه‌شون نشدم. نوشته بودن که به دکتر مدیونن و میخوان یه جو جبران کنن. من به آدرسی که روی پاکت بود رفتم، ولی اصلا چنین آدرسی نبود. شما میدونید ایشون کجا هستن؟ بله، یعنی در واقع ایشون ایران نیستن، مدتیه. با من تلفنی صحبت کردن، ماجرای مریضی و فوت دکتر رو بهم گفتن. مریضی؟ دکتر مریض نبود. مریض نبودن؟ مگه شما نمیدونید؟ کشتنش توی دفتر کارش. از خدا بی خبرها تیکه تیکش کرده بودن. هیچ کس هم نفهمید کیا بودن، واسه چی این کارو کردن. من واقعا متاسفم. این اتفاق کی افتاد؟ 12 دی. چه روز شومی بود. 12 دی درست چند روز قبل از فوت. شما چیزی گفتی؟ نه، چیز مهمی نیست. ببخشید، شما اون نامه آقای کیمرام رو نگه داشتین؟ بله. میتونم ببینمش؟ البته اگه اشکالی نداره. نه، خواهش میکنم. بابک، میری پاکت رو بیاری؟ توی کمد اتاق منه. بیا بخور، واسهت خوبه. کاش نیومده بودیم. من میترسم منصور، خیلی میترسم. از چی میترسی؟ از چیزایی که دارم ذره ذره میفهمم، از چیزایی که هنوز نمیدونم، از این راهی که لحظه به لحظه داره سیاه‌تر و وحشتناک‌تر میشه. من نمیدونم بابا چه ارتباطی با این آقا داشته، چرا بعد از مرگش براش پول فرستاده. تمام حرفایی که تو اون نامه نوشته برام سواله. وقتی دایی اون قبض دید اونجوری به هم ریخت. خدا
افتاده چه خبره؟ حق داری، حقیقتش منم نگرانم. منم مثل تو احساس میکنم خبرهای خوبی در انتظارمون نیست، اما چه بخوایم چه نخوایم دیگه درگیر شدیم، راه برگشتی هم نیست. یعنی نمیتونیم خودمونو گول بزنیم و چشامونو ببندیم. من مطمئنم همه این قضایا به مرگ پدرت ربط داره. شاید اون تصادف سر شیرزاد خسته شده، مرتب غر میزنه، میترسه پیداش کنن. تو این اوضاع و احوال اینم شده دردسر. زیادی نگه داشتنش اصلا به صلاح نیست، باید یه فکری براش بکنیم. هر وقت میخوای از این فکرها بکنی من نمیدونم چرا تنم میلرزه. میفهمی که با عبدی میفرستمش سمت مرز ترکیه، اونجا آشنا داره، خودشون ردش میکنن اون طرف. عبدی کدومه؟ این یارو راننده رو میگی؟ آدم قابل اعتمادی نیست، از آدمای دلدوز و ریزه خار خوشم نمیاد. $10,000 یادته که؟ عجله نکن، نباید ریسک کنیم. خودم به وقتش بهت میگم چیکار باید بکنی. یه بار بهت گفتم دست از این کارگاه بازی ها بردار، باز دروف دادی که چی؟ بابات برای یه نفر یه بسته فرستاده، او فرستاده باشه، جرمه؟ نه جرم نیست، مشکوکه. میشه بفرمایید کجاش مشکوکه؟ این که آقای نیک نظر یه حساب رسه، این که بابا براش پول فرستاده با یه نامه، یه نامه که از نوشتش معلومه انگار یه جورایی احساس گناه میکرده، میخواسته جبران کنه. چی رو؟ چرا اسم آدرس خودش رو ننوشته؟ از همه مهمتر، آقای نیک نظر 2-3 روز قبل از مرگ بابا کشته شده، هیچ کس هم نفهمیده چرا. همه اینا به نظر تو مشکوک نیست؟ نه، یه اتفاقه. کشتن اون حسابرس هم هیچ ربطی به بابای تو نداره. من نمیدونم به ازاد چه ارتباطی میتونسته با این آقا داشته باشه. شاید مثلا به خاطر اختلافاتی که با عمو اکبر داشته رفته یه حسابرس استخدام کرده که باش مشورت کنه. یادته؟ یه دفعه یه حسابرس هم اومده بود دفتر، من کلی عصبی شدم، یادت میاد؟ این دفعه به خاطر اینکه من نفهمم پنهونی این کارو کرده. اون پولم احتمالاً دستمزدی بوده که باید براش میفرستاده فرستاده، به همین سادگی. خیلی خوب، اصلا حق با شماست، همین اتفاقا هم خیلی عادیه. اما میشه به من بگین چرا بابا برای دادن دستمزد به یه نفر از اسم و آدرس جعلی استفاده کرده؟ من نمیدونم. گیر دادی ها؟ برو بچسب به کار زندگیت، دست از این پلیس بازی هم بردار، برو. بفرمید. نمیدونم اگه ازم دلیل بخوای چی باید بگم، اما احساس میکنم دایی داری یه چیز رو از ما قایم میکنه. من مطمئنم که اون یه چیزایی میدونه ولی نمیگه. احتمالاً چون پای خودشم گیره. فکر نمی‌کنی باید پلیس رو در جریان بذاریم؟ نه پلیس نه، من میترسم منصور، خیلی میترسم. نمیدونم بابا این وسط غذا رو کشیدم سرد میشه. به این دایی جونتم بگو بیاد پایین، من دیگه حوصله ندارم غذا برم بالا. پس باید تماس میگیرم. باش کاری نکنی یا خدا نگه. سلام. الو چی شده؟ باید ببینمت. نه همین امروز، یعنی همین حالا. آره مهمه، خیلی مهمه.